حالا بریم ادامه مدل ها. مدل ها رو من براتون معرفی کردم و گفتم چجوری توی واقع میتونم با کنترلرها در ارتباط باشم و هدف این هستش که از طریق کنترلرها ما میتونیم وصل بشیم به مدل هامون و حالا دیتا بریزیم داخلش و دیتا رو استران فچ کنیم بیاد بیرون و هزاران کار دیگه که میتونیم انجام بدیم. جلسه پیش در موردش صحبت کردم و گفتم که چجوری میتونیم بسازیمش و ازش استفاده بکنیم. خب بریم شروع کنیم از رو خود الکونت رفتن جلو. خودش اینجا اومده گفته که در واقع الکونت یه ورمی هستش که شامل هستش که تو در واقع لاراول هستش که برای شما خیلی راحت میاد به زیبایی میاد پروواید میکنه مهیا میسازه که روابط رو بتونید در واقع تو دیتابیس بیاد انجام بدید. حالا روابطی که وجود داره حالا میتونه اینسرت باشه آپدیت دیلیت و و و خیلی از موارد دیگه. خب اینجا داره میگه که اگه شما میخواهید در واقع بیاید در واقع مدلتون رو استفاده بکنید و شروع کنید باش مدل ساختن، میتونید در واقع پی اچ پی آرتیسان چه میدونم میک مدل مثلا فلایت بزنید. اینا رو قبلا من توضیح دادم، یا ام رو بزنید داش داش مایگریشن رو بزنید براتون مایگریشنتون رو هم خواهد ساخت. بیاید اینجا خب بریم من اینها رو ران بکنم که ران هست و بریم تو برنامه‌مون شروع کنیم همه اینها رو شروع کنیم ساختن. پی اچ پی مای ادمین کار دارم باشم همین تو لاراول و لاراول ویرچوال همه اینها رو پاک بکنم. میخوام دوباره ما هم دیگه بررسی بکنیم ولی یکم دقیق‌تر و امروز دیگه کامل بررسیش بکنیم، تمامش کنیم، موارد همه 30% الکونت رو درس بدیم امروز. الکونت خیلی بزرگه، من سعی میکنم همش رو پوشش بدیم، بیشترش رو یعنی در واقع پوشش بدیم که این فریمورک رو کامل یاد بگیریم. حالا کار زیاد داریم، قرار هستش که پروژه با این اما اقسام ها مدل های مختلف رو باش پیاده بکنیم و یاد بگیرید شما. خب HD Docs و در واقع LS و CD Laravel رو نگشتم نکنم LS و CD Laravel ما. خب هیچ بار فیتان سرو رو من خواهم زن برام سرو بکنه یه رام بگیرم حالا لسام این رو اینجا و لوکال هاسترش رو زار بزنم و رامش رو ببینم. اوکی این تمام عواردی رو که ساختیم جلسه پیش میام اینا رو همه رو پاک کنم و دوباره بسازم. میخوام یه سری تغییرات بدم توش، تغییراتش هم جزئیه دیگه، حالا ببینید به چه صورت هست با توجه به چیزهایی که الان توی موارد ما گفتیم. حالا تو لاراول هم هستش اگه یادتون باشه، حالا داش ام رو ما می‌زدیم داش ام سی آر حالا میومد برای ما چیکار می‌کرد، میومد و اگه یادتون باشه میومدش من کنترل سی رو بزنم پی اچ پی آرتیزان مثلا میک دیگه بلدین این را میک مدل و اسلایدر میذارم دیگه میدونید بعد اسش بزرگ باشه مفرد باشه. داش ام سی آر که می‌زنید میاد چیکار می‌کنه، میاد براتون مایگریشنتون رو همراه با کنترلرتون رو خواهد ساخت. و اگه بیاید اینجا میبینید که هم مایگریشنتون رو ساخت، اومد جمع سلایدر و کنترلرتون رو الان میسازه. ثبت میکنید تا بسازه طول میکشه. حتی بسید به کانفیگ کامپیوترتون هم دارم. خب اومد برای من ساختش. خب اینم که به این شکل اینجا هستش کارش داریم دیگه. حالا کلی ما اینا کار داریم و هر هستش که ازشون استفاده بکنیم. جمع جورشون بکنم اینجا قرار شد. این کار هم همینطور هم شد. این رو اینجا قرارش میدم، میخوام باش کار کنم دیگه. حالا به این شکل میام اینجا نگاه کنید، اینجا خودش داره میگه وقتی که حالا بزن قبل از اینکه بیام برسم اینجا من هی رول بک میزنم برمیگردونم مدل مختلف رو پیاده میکنم. من اینجا برمیگردم میام دالر مثلا تیبل و حالا استرینگ مقدار مثلا کپشن و حالا میتونید سایزش مشخص کنید دست خودتون، یه دونم استرینگ مقدار لینک بذارید و یه دونم در واقع دالر تیبل مقدار استرینگ مقدار ایمیج و در نهایت دونم دالر تیبل مقدار بولیان اسمش رو بذارید. حالا اکتیو یا استاتوس فرقی نمی‌کنه، یه دست خودتونه. مقدار دیفالت مقدار صفر رو براش قرار بدید. خب اگر بیاین اینجا ایران پی اچ پی آرتیزان مایگریت رو بزنید میاد براتون همه رو خواهد ساخت. و الان اینجا من در این قسمت اگر رفرش بکنم ببینید اسلایدرز رو ساخته و همه اینها اینجا
قرار دارم. خب بریم یه سری چیزای که وجود داره رو بیام شروع کنیم قرار دادن. خب نها کنید اینجا اولی مقدار داره میگه یه نکته هستش که شما در واقع تو الکترونت باید بهش دقت بکنید، این که حالا تو فلایت مود دارید میذارینش، میگه مثلا دقیقا اینجا خودش داره میگه، میگه اگر در واقع میخواید بیاید مفهوم این جمله رو، حالا بعد میام یه جاهاش رو هم میام براتون معنیش میکنم، مفهوم جمله این هستش که شما حالا اینجا به خصوص میگه الکترونت بر این فرض میکنه که اگر فرض بکنه در واقع اسام میگه که فلایت مدل داشته باشه ذخیره بشه رکورد این در مثلا فلایت تیبل، یعنی داره میگه که شما اگر بیاد و تیبلتون فلایت باشه اسمش، ببخشید مدلتون اسمش فلایت باشه که نگاه کنید مفرده، خب افش هم بزرگ هستش، قانونش این شکلی باید بزنه، قانونه دیگه، حالا قانون رو میتونید باز این برابر بخونید ببینید چرا این به این شکل هستش دیگه، میتونید برید خود سایت برید تو خود گیت برای خود لاراول در واقع اونجا بیشتر شاید توضیح داده باشه، میتونید در مورد پی دی افش اونجا بخونید حالا به این به چه صورتی هستش. و اینجا داره میگه، میگه ببین رکوردها بخواد اگر ذخیره بشه تیبلش باید بشه فلایتس، ببینید افش کوچیکه، حالا من داش ام سی آر که زدم خودش ما ساخت دیگه، و اینجا هم ما جمع میشه جمع خودش، و میگه در واقع البته میتونید در واقع اینجا خودش هم داره میگه، میگه شما ممکن هستش که بخواد یه اسپسیفای باشه در واقع کاستوم باشه تیبلتون، خودتون بخواد یه تیبل کاستومی داشته باشه که اگه گفت میخواد به این شکل در واقع داشته باشه بیاید اینجا به این صورت این رو معرفی کنید. خب حالا نگاه کن، من اومدم اینجا اسلایدرز درسته، مدلم هم چیه اسلایدره، این ممکنه توی پروژه هاتون شما بیاید این مدل رو پیاده بکنید، من به خاطر همین دارم میگم. خب من میام رو مدل اسلایدرم کلیک میکنم، الان اینها به هم دیگه وصلن، چرا؟ چون این اسلایدره، این اسلایدرز و قانون رو توی لاراول پیاده کردم و از طریق کنترلر اگر احیانا من بیام اینجا برگردم، حالا اینا رو امروز توضیح خواهیم داد، اینا مثلا بگم اسلایدر و برگردم بگم مثلا اسلایدر مقدار کپشن، مثلا کپشن اینا رو توضیح میدم آها اینا چی هن، حالا من فقط دارم تست بکنم شما ببینید، و دارم اسلایدر مثلا مقدار لینک، حالا بگیم تی 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 اصلا مهم نیست، دارم اسلایدر و مثلا تی 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 و این هم باشه در آیدی نمیگه دون اصلا شیکی داره میذارید، داره سلایدر مقدار اکتیو مقدار یک و داره سلایدر در واقع سه بشه. الان اگه بیایید برید طبق این روتی که من ندادم، اگه روت هم باید برید دیگه حواستون باشه، ریسورس و اینجا مثلا مقدار سلایدر، اینجا اگر روی سلایدر کنترولر و به این شکل قرارش بدید، اگر بیاید اینجا و مقدار سلایدر رو قرار بدید میبینید که الان نباید ایرور بده و آها نصیب بکنید یه چهار دیگه و بعد بیاد بره چه اتفاقی میفته. خب سلایدر هم باشته باشته، خب به این شکل حالا بعد یه دوره تو دیتابیس این دیتا قرار بگیر، درسته حالا هم اپدیت اد داره هم دلیت اد داره، اپدیت اد داره کریت اد داره اکتیو و همین اومد قرار گرفت، درسته؟ چرا؟ چون ما طبق فرمولی که خود لاراول اومده بود گفته بود ما اومدیم اینجا به طور مثلا اگه مدلش فلایته اومدیم جدولش رو فلایتس گذاشتیم، یعنی هم داش ام سی آر رو گذاشتم خودش برام ساخت دیگه، حالا ماگریشنش اومد از مدل دید مثلا سلایدره اومد سلایدرز رو ساخت، خب حالا دیگه خودش قانونا رو خودش میدونه که به چه صورت بیاد بسازه. خب بریم تو فیلم بعدی، من میخوام یه تیبلی رو حالا مایگریشن رو میسازم که اصلا مثل هم دیگه نیست و میام اینجا اینا رو باز جلسه قبل گفتم ولی باز میام تکرار میکنم که باز یادتون بمونه.